هست که عربستان دنبال پروژه سوریه کردن ایران هست و خب اگر بخواد این سیاست رو به کار ببره که از نیروهای مخالف علیه جمهوری اسلامی استفاده کنه، به جز نیروهای قومی که الان عربستان داره هزینه میکنه در بخشهایی از کردستان، بلوچستان، ترکمنستان، چه از جنبه ایدئولوژیک داره اونها رو تقویت میکنه، چه از جنبه مالی و چه گروههای نظامی تو بلوچستان رو داره تقویت میکنه، مجاهدین به لحاظ اینکه سازمان یافته ترین نیروی مخالف جمهوری اسلامی هستند و از امکانات تشکیلاتی خوبی در خارج کشور برخوردارن، میخواد اونها رو استفاده کنه به عنوانی که بتونه به عنوان یه سرکلی در مورد مسائل ایران بتونه اون پروژه‌ای رو که در سوریه الان اجرا شده در ایران هم بتونه اجرا بشه. خب البته با چند تا اشکال مواجه هست. اینکه ببینید مجاهدین خلق یه موقعی با 150 تا نفر از زندان آزاد شدن در 57 و خب تونستن یک جمعیت میلیشیایی 100,000 تایی داشته باشن 2 سال بعدش، ولی خب الان سازمان مجاهدین با اینکه پولدارترین کل نیروی اپوزیسیون کل دنیاست، کل نیروی آماده به کار داره در خارج کشور، در 20,000 تا آدم دارن که روزانه برش کار میکنن، اما علارغم اینها نتونسته در بسیج اجتماعی در میان نیروهای دانشگاهی، گروههای مرجع نفوذ کنه و تقریبا در مقایسه با سال 58 میشه گفت 95% فقط سقوط تاثیرگذاری داره در مقایسه با اون سال. و از جنبه دیگه هم تمام استراتژی هایی که مطرح کردن آقای حقیقی اگر که تا این حد نفوذش رو از دست داده، چرا حاکمیت انقدر بهش حساسه؟ ببینید استراتژی اونها، اجازه من این نکته بدم، استراتژی اونها این بود که اونها بیان عراق، از عراق بیان تهران، کل اون استراتژی شکست خورد و با چیزی که شما خودتون مطرح کردید توافق بعد از برجام، در حقیقت اونها رو از عراق توافق خواهد شد که خارج کنن، کل اون پروژه شکست خورد. یعنی همش محاسبات اشتباهی، محاسبات 7-8 باره داشتن که من در برنامه قدم مجبین گفتم. اما چرا حاکمیت حساسه؟ بخشی البته حاکمیت مایل هست که همه نیروهای مخالف رو وصل کنه به مجاهدین، به خاطر این که از جنبه اجتماعی گروه های طبقه متوسط در حال حاضر هراس و وحشتشون از یک چنین نیروی بیشتر از نیرویی است که حتی در ایران سرکار است. علتش هم این است که اون گفتمان خشونت، به هر حال اینا نقش کلیدی داشتن در اون گفتمان خشونت، و دوم هم که گفتمانی که حتی رابطه عاشقانه میان زن و مرد رو که حتی در اسلام یه چیز بدیهی است، حتی این رو هم نفی میکنن.